شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید. روزتون بخیر. خواهش می‌کنم بفرمایید. آقای دکتر، من راجع به مسائل زندگی می‌خواستم صحبت کنم. من 22 سال ازدواج کردم، 11 سال اومدم کانادا. از اول خب توی زندگیم خیلی تنش داشتم و الان صاحب دو تا فرزند هستم، دو تا دختر دارم. یکیشون 22 سالشه، دانشجو هستن، یکیشون هم 13 سالشه. جدیدنم به خانمم به مشکل خوردم که اگر شما یعنی سوال کنی من راحت‌ترم که جواب بدم. چون هر دو چند سالتونه؟ هر دو من 44 سالمه، خانمم 42 سالشه. خب شما هر دو چی خوندید، چه میکنید؟ من خودم کارم آزاد بود، وقتی ایران بودم تا دیپلم خوندم، خانمم همینطور. ولی وقتی اومدیم کانادا، خانمم یعنی صحبتی که با هم کردیم قراردادش شد که من خب چون دو تا بچه داشتم کار بکنم که بتونم مخارج زندگی رو بدم و خانمم درس بخونه. ایشون ادامه تحصیل داد، درسشون خوندن تو رشته مال دارن پله پله توی دندان پزشکی مراحلش تعیین میکنن. دندان برای دندان پزشکی دارن میخونن، دنتال اسیست شدن، الان دارن هایجینیست میخونن و همینجوری دارن میان مرحله به مرحله بالاتر. حالا اشکالی که با هم دارید و اختلافات در چه زمینه است؟ خیلی از همون ما چون سنمون هم خیلی کم بود ازدواج کردیم و ایشون هم پدرش رو 18 سال پیش توی تصادفی از دست دادن و همیشه مشکلمون بود که با هم خیلی کم میتونستیم حرف بزنیم. سر مثلا یه سری مثلا توافق خیلی کم با هم داشتیم، ولی خب غالبا هم دیگه دوست داشتیم چون با هم هم دوست بودیم. دو سالی سه سالی با هم دوست بودیم. بعد ازدواج کردیم، پدر مادر من کانادا بودن موقع من ازدواج کردم، یعنی با تصمیم خودم بود. ایشون هم خب پدر مادرشون موافق بودن، مخالفتی کسی نداشت. منم که خب خودم بودم با پدر مادرم که صحبت کردم، ایشون هم این هم مخالفتی نداشت. ولی توی کارم خب موفق بودم، با اینکه مثلا یکی دو بار ضربه خوردم، لطمه خوردم، دوباره بلند شدم. خیلی تو بیزینس هم قوی هستم، مثلا با این سری خونم رو خریدم، امکاناتم رو داشتم، همیشه سعی میکردم. خیلی زندگیم خیلی تلاش میکردم، یعنی به جایی که زندگی کنم بیشتر کار میکردم. خب حالا بالاخره الان چه خبر است بینتون عزیز؟ الان خب یه مدتی بسیار زیادی که چند بارم که اومدیم کانادا، خب مثلا یه مشکلاتی شد. ایشون مثلا بعد از مدتی که اومدیم اینجا تو این کلاس ها که رفت مثلا دوره دید و بهش گفتن اگر اتفاقی افتاد زنگ بزن به پلیس، دوست داری این کارو با من کرد، هی خودش هم پشیمون شد. نه شما برخورد فیزیکی داشتید ایشون زنگ زده به پلیس؟ نه برخورد فیزیکی نداشتیم. اون اوایل که اومدیم مثلا با هم خیلی عصبی بودم، خیلی استرس داشتم، همیشه ترس داشتم از کارم، با دو تا بچه اومده بودم اینجا. ولی مثلا اون جر و بحث های همیشگی رو داشتیم، تهدید میکردم، ولی اینکه جر و بحث مثلا فیزیکی داشته باشم نباهاشون نداشتم. خب چرا کارتون به پلیس کشید؟ اون اول که اومدیم کلمه پلیس کشید، زنگ زد که تهدیدم کرده. بعد چون خود توی اون چند روز اول ما وقتی مهاجرت کردیم پیش خانواده خودم بودیم، مثلا داشت دنبال این بودیم که زودتر جا بگیریم، جدا بشیم، تازه رسیده بودیم، یعنی شاید فاصله 3-4 هفته بود اومده بودیم مسئله شد، یعنی به اونجا اصلا دیگه نرسید. یه سالی هم درگیر این مسائل بودیم. بعد دیگه آشتی کردیم، قرار شد مثلا ایشون درس بخونه من کار بکنم، از یه شهری به یه شهری دیگه منتقل شدیم با درخواست ایشون که مثلا پیش خانواده ما دیگه دوری دوستم نداشت. خب منم ارزش پایش شدم، براش احترام گذاشتم، موف کردیم. واسه خودم هم خیلی بهتر شد تو اون محیطی که اومدم، کارم رو توسعه دادم، خیلی خوب بود، خونمون رو خریدیم، بچه ها هپی بودن. و اینکه هر موقع مثلا ما یه جری بحثی میشد، با کوچکترین مسئله ایشون با من قهر میکرد یا جاشو جدا میکنه از من. تو همین الانش هم همینطور بود، ولی این آخری ها دیگه انقدر شدت پیدا کرده بود. من خب خودم چند سال من کلاس مشاوره، الان 4 سال دارم مشاورم و میرم و خودم میدونم که آدم عصبی بودم، همیشه شاید کنترل واسه خودم سخت بود، ولی از موقعی کلاس ها رفتم دارم صحبت میکنم، مشاوره میدم، خیلی تغییر تو خودم میبینم. ولی ایشون هیچ وقت نخواست بیاد، یا مثلا یه بار میمد میگفت ایشون مثلا مشاور مرد طرف تو رو میگیره، دیگه نمیمد. باز عوض میکردم، پیش یه خانم میرفتم میگفت معلومه چی کار کردی، به این چی بردی دادی، مثلا باز طرف تو رو میگیره. هیچ وقت راضی به این نشد بیاد با من توی مشاوره ها، همیشه یه جلسه دو جلسه بود. مادر خوبیه واسه بچه هام، ولی علاوه مثلا اخلاقی با هم خیلی مثلا خیلی کم میتونیم با هم صحبت بکنیم، بتونیم یه مسئله رو حل بکنیم. حرف من هیچ وقت قبول نداره، یعنی خودش از بالا همیشه میبینه. خب حالا
رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟ ببین چند اصلا خوب نبود رابطمون با هم. چند وقت میشه با من گفتش که بریم دکتر، گفتم بریم دکتر. با مثلا این موضوع شد مال 7 8 ماه پیشه رفتیم دکتر، با دکتر مشورت کردیم، یه دارویی به من دادارم داشتم مصرف میکردم، الانم دارم مصرف میکنم، ولی اصلا رابطه ای نداشتیم که ما بخوایم بفهمیم تغییری کردیم یا نکردیم. خیلی کم بود رابطمون، در حدی که مثلا آخری اوایل خیلی مثلا چند سال پیش خوب بود، ولی این اواخر یه مثلا انقدر کم شده بود که اصلا کلا با کوچکترین حرفی سری جاشو از من جدا میکرد. یا مثلا ما تو این توی جوونی خودم که اون تازه ازدواج کرده بودم، مثلا شرطی شده بود واسه من، واسه هر چیزی یه شرطی میذاشت واسه من. منم اشتباه کرده بودم تو زندگی خودم، متوجه شده بودم، خودشم متوجه شد، بهشم گفتم فهمید. یعنی یه مسئله بود که وقتی من پیش خودم میدیدم، وقتی ایشون از من یه درخواست، من یه درخواستی دارم توی رابطه جنسی، حتما یه شرط واسه من میذاره. خب سنم هم کم بود، ما هم توی خانواده های بزرگ شدیم که، ببخشید من تون صحبت نمی کنم، نه اشکالی نداره عزیز. من توی خانواده های بزرگ شدیم که خب همیشه جنگ و دعوا بود، پدرم مادرم اون ایشون هم همینطور، حتی همیشه جنگ و دعوا بود، ولی در آخر همیشه یه صلحی توش بود. یعنی ولی ما اصلا خودمون این صلح رو هیچ وقت ندیدیم و من خیلی تلاش کردم. دخترم الان به جای رسوندن خب داره درس میخونه، دو سال دوم دانشگاه رشته خوب میخونه و خیلی هپی هم از این. و دخترم هم الان مدتیه که به من هی میگه بابا به فکر خودت باش، بابا به فکر خودت باش، چرا عقب واسه خودت بی ارزشی، چرا واسه خودت مثلا یه مسافرت نمیری، چرا کلاس ورزش نمیری، چرا برای خودت خرید نمیکنی. کوچیکه، حالا زیاد تو این فاز نیستش، هنوز 13 سالشه، ولی بزرگی الان مثلا یه مدتیه که یک سالی هست، دو سالی هست که خیلی سمت من اومده و من یکی دو بار مثلا با مادرش بعد صحبت کرده اینا، حتی بهش گفته مثلا به مادرت بی احترامی نکن، کاری به دعوای ما نداشته باش، ماما زحمت شما رو کشیده. خیلی تاکید کردم اینا رو بهش. یا من هم مثلا همیشه ساپورت خانوادهش بودم، چون پدرشون فوت کرده بود، همیشه به واسطه ساپورت خودش، مادرش، برادرش، اینا رو همیشه بودم، ولی اصلا نمیخواد با من توی فاز بیاد. نمیدونم، متوجه نمیشم اصلا برای چیه. دوست نداره، نمیخواد، جای دیگه مثلا دلش جای دیگه است. اینم جدیدا متوجه شدم که با تلفنی صحبت میکنه، هنوز خیلی مطمئن نیستم که چیه، داستانش چیه، یه ذره واسه خودم شک برانگیز شده. آیا فکر میکنید ایشون همچنان شما رو میخوان و دوست دارن؟ اصلا نمیدونم واقعا. یه روز مثلا وقتی هم خوب میشیم، دو هفته خوبیم، با هم دیگه میگیم، میخندیم، کوچکترین مسئله پیش بیاد قهر میکنه. من اصلا امکان نداشته یه مثلا مناسبتی باشه، روز مادر، تولد، سالگرد ازدواج، هر چی بهترین کادو رو همیشه براش گرفتم، در یه قضیه تشکر مثلا از من، در یه قضیه که مثلا یه روی خوش نشون به من بده، به هیچ عنوان. من حس میکنم خودش هم از لحاظ روحی یه ذره مشکل پیدا کرده، مدت سالهاست یعنی اینو حس میکنم، ولی هیچ وقت نمیتونه با کسی هم، یعنی با خواهرش که صحبت میکنه یا برادرش که زنگ میزنه صحبت میکنه، اصلا با کسی زیاد صحبت نمیکنه که بخواد مسائل باز بکنه، توضیح بده درد چیه، مشکل چیه. خب اون وقت هیچ وقت گفتگویی درباره جدایی و طلاق با هم داشتی؟ بله، الان که اصلا به همین از چند روز پیش دعوا، من دیدم داره با تلفن صحبت میکنه، یهو در باز کردم گفتم جندشو در آوردی، اگه هر گفتش که من رفتم دنبال کارهای طلاقم، نمیدونم تو پروسس و صحبت کرد با من. من اینجوری کردم که الانم یه دادگاهی داریم، 25 قراره بریم تو دادگاه مثلا، حالا ببینیم چی میشه، چون بازم دوباره زنگ زد به پلیس که ایشون منو تهدید میکنه. منم اومدن بردن یه روز دوباره، بعد اومدن بیرون کار برم دادگاه. شما به چی تهدید کردی؟ ببینید، به من میگه که این دفعه دیگه تو باید از این خونه بری بیرون. گفتم من سالها خودم رو کشتم، حالا من از این خونه برم بیرون؟ من از این خونه بیرون نمیرم، هر کاری میخواد بکنی بکن. که حتی من از خونه اومدم بیرون به خاطر اینکه میدونم اخلاقشو، میدونستم سری مثلا یه کارای عجیب غریبی میکنه. یهو مثلا من از خونه اومدم بیرون، نصف شب بود، اومدم بیرون رفتم از خودم چرخیدم طرف صبح اومدم ساعت، یعنی چرخیدم منظورم اینه که رفتم یه ماشین اینجا نشستم که صبح بشه، اومدم سمت خونه ساعت 11 اینا بود، دیدم پلیس اومد که منو بردش بعد فردا بلم کردن که حالا برم واسه دادگاهی، که ایشون زنگ زد گفته منو تهدید کردی که میکشه. حالا شما چه اصرار دارید تو این زندگی بمونید؟ خب ببینید آقای دکتر، ما کلا جوری بزرگ شدیم، 22 سال زندگی کردیم، بالاخره آدم با زندگی یه نکردی که زندگی میکنه. نه، از این طرفای بیخودی نزنید. بله، چرتواتی دار با حیوان. بله، شما زندگی کردید، زندگی خوبی نداشتید؟ بله، زندگی خوبی نه، کوتاه بود همیشه، خوبیامون خیلی کوتاه بود. حالا بنابراین مهمش اونی که به هر حال اگر بدیاش
کمم باشه مثلا، چرسه به اینکه بدیاش بیشتر بوده. حالا اگه شما بگید بیا جدا بشیم، فکر کنید ایشون نگاه و نظرشون چیه؟ اصلا خودشان راغبن که جدا بشن. خب من خود من حقیقتا من خودم یه ذره همیشه از این موضوع ترس داشتم و دارم و هی دارم به خودم کلنجار میدم. البته نه اینکه من پیشنهاد جدایی دارم، ولی آخه این چه زندگی است که شما دارید؟ میدونید اشکال کار من چی عزیز؟ اشکال بس. کار من این است که توی یکی از این حوادث اتفاقی میفته، کار از خودتون بدید. و یه نه موقع من الان خودم میدونم آدم مثلا دارم، نه که بگم 100% به خودم اطمینان دارم نه، ولی مثلا اگر 5 سال پیش یکی به من چیزی رو میگفت، حتی توی محیط کارم زود عصبی میشدم و دعوا میکردم، جر و بحث میکردم، ولی الان با این کلاسایی که رفتم، مشاوره هایی که رفتم، واقعا سن دیگه، یعنی پا به سن داریم میذاری، خیلی خودم رو تغییر دادم خیلی. آخه یعنی اگر الان میفهمم بگه نه آخه ریسک این کارا رو نمیشه کرد. بله شما اگر برید توی زندان ها میبینید از 1000 تا آدمی که اونجاست 500 تاشون بعد یه دفعه اینقدر عصبانی شد در تمام عمرش. نه آخه من نگرانم، شما دوتا یه جایی میرسید که کار بالا میگیره، بعدم ایشون برای شما یه زمینه قانونی ساخته، پرونده درست شده که خب این سابقه ها خیلی خیلی مسئله و مشکله. برای که چی آخه میخواید چی شما حفظ کنید؟ رابطه جنسی که نداری، رابطه مهربونی که ندارید، گفتگو و صحبتی که با هم ندارید، رفتار دوستانه که ندارید، چی میخواید نگه دارید؟ من واقعا فقط کار کردم تو این زندگی، یعنی خونه رو خریدم، هزینه هاشو دادم، کلی خرج توی خونه کردم، یعنی واقعا من هیچ وقت پولی از ایشون توی کار ندیدم. آخه نمیدم. عزیزم اینا همش مال هر دوتونه یا هر چهار شما، حالا اون که هیچ وقت از بین نرفته. بله. ولی بعدم به خاطر کاری که کردم، من نمیدونم عزیز. من نمیدونم شما میخواید، شما دلتون میخواد همین وضعیت که 5 سال گذشته داشتی 10 سال آینده نه نمیخوام نه نه میخوام واقعا خب اگه چجوری بعد میخوام بسازم، یعنی واقعا دوست دارم چه بسازی؟ میخوام یعنی بتونم ترمیمش کنم. آخه من مطمئن نیستم یک دوتایی بخواید و در یه مسیر باشید که بخواید بسازید با حرفایی که میزنید عزیز. یعنی نوع صحبتهایی که میکنید، یکیتون دارید به شرق میرید یکیتون به غرب، شما رو کجا میشه به یه مرکزی رسون اگر از هم فاصله دارید؟ تو از دورتر و دورتر هم میشید، با گذشت زمان بدتر و بدتر هم میشه. من نمیدونم شما میتونید ایشون رو راضی کنید که دوتایی بیاد روی خط، من شاید بفهمم چه خبره، چون این گونه که شما گزارش میدید یه تلاش بیهوده ای میکنید و در خطر خودتون میدید. متاسفانه الان سر کار هستن. نه حالا نمیگم، قصدم الان نیست، یه وقت دیگه بس. یا اگر صحبت ها رو بشنون. برحال عزیز بی کسی باید یه نگاهی بکنه ببینه این رابطه شدنی است یا درست شدنی است، بهتون میگه چیکار میشه کرد، ولی به گونه‌ای که شما بیان میکنید من اصلا خوشحال نیستم. من خودم هم مشکل داشتم تو دو، من دارم آقای دکتر، من موقعی که مسئله مشکل نیست، نه چیزی دیگه میخوام خدمتتون بگم، من موقعی جوان‌تر بودم خب وقتی این رابطه رو از ایشون میدیدم که رابطه ازش میخوام، رابطه جنسی میخوام، به چشم یه جور دیگه من نگاه میکنه، منم میرم منم بهش میگم، مثلا رفتم به سمتی که با یکی دیگه دوست بشم، به این سمت رفتم، حتی متوجهم شد، رابطه هم داشتم حتی، ولی وقتی که به این مرحله رسیدم متوجهم شد، به من گفت چرا این کارو کردی؟ و من گفتم به دلیل اینکه من همیشه توی این راه هر موقع شما رابطه می‌خواستم یا دعوا می‌شد یا فحش می‌خوردیم یا آخرش هم نمی‌شد، خیلی کم می‌شد همیشه. به هر حال عزیز همه اینا هست، من پیشنهادم بهتون اینه که اگه خواستید دوتایی بیاید شاید بتونیم به یه جایی برسیم یا با هم یه جایی بری صحبت کنیم، ولی خیلی اصرار برای نگه داشتن چیزی که نمیشه نگرش داشت نکنید، برای که اون میتونه کار دستتون بده و اینکه چه جوری بزرگ شدیم و چه چیزایی رو خوب و بد میدونیم مهم اینه که در امروز در قرن 21 تو کانادا چه چیزایی درست و غلطه، نه اینکه من 40 سال قبل 30 سال قبل در ایران چه چیزایی رو درست و غلط میدونستم. به هر حال متأسفم از اون شینه، ولی اگر ایشو خواستند و دو تایی نه تنهایی خواستید روی خط بیه شاید به جایی برسید. به هر حال مواظب همدیگه و بچه‌ها باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.